گل نشدم. اینم 279 برنامه تبلته و ما همچنان چی تو بغلمه؟ آ میکروفون. و ما همچنان به خاطر کرونا از زیر زمین خونمون براتون تبلت رو میسازیم. چه به قشنگی؟ چرا تو سرش میزنی؟ منظور دارم اسکار و گلدن گلوب جشنواره سینماییشون رو به خاطر کرونا به تاخیر انداختن، ولی هنرپیشه های ما اصرار دارن در سالگرد ورود ایشون خیلی خریب جشنواره فجر رو برگزار کنن. ای غربی های ترسو، شما به خاطر کرونا کشیدین کنار، بیا برای بچه شجاع دل ما رو ببینید در جشنواره زجر. ببخشید فجر. خب پرویز پرستوی راست میگه که بذار یه دقیقه عکس بگیرم بعد ماسکو میزنم. چرا؟ چون وقتی که عکس میگیرید اصلا کرونا کار نمی کند. این یکی رو ببین ماسکشو چپونده تو جیبش، یکی بعدم بهش بگه این آخه من از شما تشکر میکنم که جشن ورود ویروس بزرگ رو به خاطر یک ویروس کوچولو کرونا عقب ننداختید. هرچی باشه انقلاب ما انفجار نور بود. حالا تو نصفه تبلت، من میخوام یکی یکی دستاوردهای انقلاب رو برای زنان واسهتون لیست کنم. همچین ظریف، این ظریف نه، ظریف. اولین دستاورد باز شدن درهای دانشگاه بعد از انقلاب به روی زنان. یعنی اگه نمیدونید بدونید، آب دستتونه بذارید پایین تا بفهمید و یاد بگیرید که همین انقلاب چگونه باعث شد که زنان برنده شون. ما با انقلاب اسلامی راه رو باز کردیم برای زنان کشور، از جمله در سطح آموزش و دانشگاه حضور بسیار گسترده و میلیونی داشته باشه. راست میگه. خب زنان میلیونی رفتن دانشگاه و این کاملا دستاورد جمهوری اسلامی، هیچ ربطی به پیشرفت زمان، تکنولوژی، عصر ارتباط اصلا، تلاش خود زنان اون که اصلا امکان نداره. خود خمینیشون امام خوبیا، امام تفخیص یا همون امامی که گفته سکس با کودک شیرخواره هم بلا مانع است، از وقتی پاشون به زمین ایران نرسیده تکلیفش رو با ما زنان مشخص کرد. چون من رو با عنوان یه زن پذیرفتیم نشون دهندینی که نیست ما نیستی مترقی وجود که سعی کردن که اونو نیستی عقب مونده جد ببینن. ممکن بفرمون که به نظر شما یا زنای ما باید حتما چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این روسری حتما داشته باشن؟ اما اینکه شما رو پذیرفتم، من شما رو نپذیرفتم، شما آمدید اینجا. و من نمیدونستم شما میخواد بیاد اینجا که بگید پذیرفتن و اینم دلیل بر این نیست که مترقیش اسلام. این رسماً علیه اسلام حرف میزنه. خب این اگه اسلام حراسی نیست پس چیست؟ نه جان من، طرف رسماً هم به خبرنگار میگه من اصلا در رو به رو زنان به رو زن باز نکردم، خودت اومدی، ولی همچنان یه عده‌ای دارن برای این امام ماله میکشن. ما در هیچ دوره، حتی در دوره مشروطه که همه بنیانای کشور عوض کرد، اینقدر جامعهمون راه رو باز نکرد برای اینکه زنان بیان توی عرصه‌های مختلف حضور داشته باشن. مشغول زمه این اگر فکر کنید که ورود زنان به دانشگاه به خاطر همون عصر تکنولوژی و اینا، اصلا کلا اینکه اینترنت هم در ایران الان هست دستاورد جمهوری اسلامی. باور کنید اینکه الان مردم تو خونه‌هاشون ماهواره دارن انقلاب جمهوری اسلامی، اینکه خورشید بر ما میتابد دستاورد جمهوری اسلامی است، اینکه خمینی علیکی که نرفته توی ماه، حالا اینکه خود خمینی شکست نفسی میکند و هی میگه زن ممنوع، آواز ممنوع، رقص ممنوع، شادی ممنوع، زندگی ممنوع، شما برو خودتون نیارین. همونجا که اون دورانم برخی از روشنفکرا، تکرار میکنم، برخی از روشنفکرا اصلا برو خودشون نمیوردن. والا وگرنه این انقلاب دستاوردهای مثبت زیادی داشت که کلا زنان رو آزاد کرد. چجور آزاد کرد؟ چه کرد؟ اینا رو کجا پیدا میکنه؟ یکی جلو دهن این امام رو بگیره. من هی دارم از دستاورد انقلاب یکی یکی میشمارم، این هی میزنه میریزه. ویچه شکنه؟ دستاورد بعدی، کرامت دادن زن و خانواده در جمهوری اسلامی. این نمایندگان مجلس در دوران شاه و این وزیر زن در دوران شاه، چه فاسد، آخه زن باید وزیر بشه اونم با این سروضع؟ ما کلا در همین حد راضی هستیم. اینا که طرف خودش بگه مرد بر آمریکا، از دیوار سفارت بره بالا بچه‌شم بفرسته آمریکا درس بخونه. چه هزینه‌ای ما باید بدیم؟ چه هزینه‌ای باید بدیم؟ چه فرقی میکنه پذیرش گرفته، برای درس رفته، با ویزای دانشجویی هم رفته؟ نمایندگان مجلس شاه و وزیر شاه
رفته بودن دنبال تصویب لوایح خانواده که به زنان آزادی عمل بدن. آخه این چه وضعش؟ اما نمایندگان خدوم جمهوری اسلامی و معاونان خدومتر جمهوری اسلامی از سر کار آمدن. دیدید چه بیرون رود فرشته در اومدن. چی کار کردن؟ سن ازدواج دختران رو کاهش دادن. یعنی هرچی بچه تر عروس تر خوشگل تر برای مردان 600 ساله. قانون قانون دیگه. و این انقلابیون هم یکی یکی حمایت کردن. اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. این یارو رسما میگه کودک دبستانی میتونه ازدواج بکنه. بعد خبرنگارا میرن تو توییتر براش درخواست مصاحبه میفرستن، ولی همون خبرنگارا میرن تو توییتر ریپورت میدن که تتلو حذف بشه. برای چی؟ هوادارا بیان به من انرژی بدن، من انرژیم تموم شده. چند نفر دایرکت دادن آقا ما زیر 18 سالیم، ما اومدیم گفتیم که زیر 18 ساله ها هم با اجازه پدر و مادر. خب خامنه ای هم که همین حرفای تتلو رو میگه. مگر جوان 18 ساله 17 ساله 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ افزایش مشاغل برای زنان سنتی و با حجاب بعد از انقلاب. نه که زنان قبل از انقلاب کلا شغل نداشتن، اصلا کار نداشتن. جمهوری اسلامی وارد میدان شد، گفت به این زنان با حجاب هم شغل عطا میکنیم. شغل شغل دیگه. شغل شریف پوستکنی در ایران از دستاوردهای انقلاب اگر نیست پس چیست؟ دستاورد بعدی صدای آواز جان. من آمدم بای بای، من آمدم عشق فریاد کند. جمع کنید این مفسده رو. ممنوعیت صدای زن درخشانترین دستاورد انقلاب بود برای زنان که این همه خواننده ناب نه ببخشید مفسد جمع کنن برن بیرون از ایران. ایران بمونه برای کی؟ برای یه سری فقط مردان آوازخوان که کلن هم تسلیم محض شدن در برابر اینکه زن اصلا نباید بخونه چون آقایون تحریک میشن. تسلیم شدن اینهاش. وای وای جون مریم وای وای. نه من نخوندم ها، اینا خوندن. مردای اطراف این زن رو دیدین؟ دریغ از یه جو هم دیدی. کلن همچین مسخ شدن، همه ساکت. یعنی چنان عادی شده براشون که صدای ما تحریک کننده است و ما نباید بخونیم. بقیه هم همین پذیرفتن. دستاورد کمیه که یک ملت رو اینطوری تلس میکنی که جیکش در نیاد بپرسه بس چی آخه صدای زن شما رو تحریک میکنه. دستاورد بعدی انقلاب دائم التحریک بیجه چی بیه؟ تسلیم شدن کل مردان ایرانی در برابر ممنوعیت ورود مادران و خواهرانشون به همون استادیومی که قبل از انقلاب همه بابا مادر و خواهر و دخترش همه اون تو بودن. حالا یهو چی شد؟ بد شد. سیاه نمایی نکن مسیح در شأن زن ایرانی نیست، چون تو استودیو مردا فوش میدن برای خود زناست که نران فوش بشن. عجب قبل انقلاب مردا فوش چی شد؟ بعد انقلاب یه مردا فحاش شدن. حالا ترکیه همسایمون، افغانستان، عراق، عربستان، افغانستان گفتم. آخ بخون آریانا. مردای افغانستان فوش نمیده، فقط مرد ایرانی فوش. نه جان من، اینا رو میگن به هیچ جاتون بر نمیخوره. چرا فوش میدی آخه؟ این رسما توهین به شعور تمام مرداست. همونایی که میرن تو استادیوم 100,000 پسری موج مکزیکی، اصلا عین خیالتون نیست. جمهوری اسلامی میگه شما فحاشین، زنا نباید بیان تو. حالا من موندم چطوری هست که زن و مرد تو سینما میتونن باشن ولی تو استادیوم؟ آه سینما رو بیخیال، برای اینکه سینما رو خانم فاطمه معتمد آریا به شما ثابت میکنه که بعد از انقلاب درخشید. سینما یه دفعه بعد از انقلاب اجازه رشد بهش داده شد. این رشد دیگه، اینکه همین روزها مسئله اصلی سینماگران شده لاله گوش خانم لیلا حاتمی. یعنی فیلم رو توقیف کردن. چرا؟ چون گوش لیلا حاتمی مشخص بود. لاله گوش آخه، این گوش، این الان تحریک میکنه. حالا فردا ارزشی ها میافتن به چونم میگن تو لختم بشه کسی تحریک نمیشه. باور کن اینا رو همیشه میگن به من. آخه من موندم شما پس برای چی تو صدا و سیماتون میگین؟ در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته. تکلیف منو معلوم بکنید، بالاخره زشت زیبا لاله گوش زن تحریکتون میکنه یا نمیکنه؟ اینا اگر دستاورد انقلاب نیست پس چیست؟ خداوند انشاءالله همه ما رو آدم کنه.
کلن ما بعد از انقلاب یک سینما، یعنی مدل سینمایی رو به دنیا معرفی کردیم که یک زن یه ماه میتونه با روسری بره تو تخت خواب با شوهرش، ولی با این همه لباس همینطوری خالی خالی حامله هم میشه. نوه‌دار شدم. شما که ازدواج کرده بودی؟ شوهر داری؟ خالی خالی؟ خالی خالی دستاورد بعدی انقلاب. در سطوح علمی زن ریاضیدان ما میره تو دنیا میدرخشه، جایزه بزرگ و معتبر میگیره. تو ایران ما مجسمه‌ش رو میسازیم. چجوری؟ به سبک خودمون، با حجاب زوری که دستاورد انقلاب همچین جا بیفته براتون. من موندم این حجاب اگه اینقدر نجات دهنده بود، پس واسه چی قتلای ناموسی تو ایران بعد انقلاب افزایش پیدا کرد؟ دستاورد بعدی همین افزایش قتله که اگر روسری از سر خودت برداری 24 سال زندان، ولی اگه خود سر رو اونم از تن یکی دیگه برداری فقط 8 سال زندان ناقابل. سیاه نمایی ممنوع، حجاب زیبایی محض است. زنان پیشرو هم میگن پس چرا مردها رو نمیپوشانن؟ برای اینکه انگیزه های نمایش در زن مرد متفاوته. تازه ایشون زهرا رهنورد و همسرشون میرحسین موسوی که میخواستن ما رو ببرن دوران طلایی، یعنی ما رو میخواستن برگردونن کجا؟ به این سخنان دوران طلایی امام طلاکاریشون. خودش که طلا نیست، تمام مرقدش رو طلا زدن. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت هست. این رحمتت بخوره تو ملاج نوا نتیجای خودت، که یا دست جمعی از این رحمت فرار کردن رفتن خارجه کیفیت نمازشون تو کانادا بهتر بشه، یا موندن داخل ایران از پول ملت هر ساله از ردیفای بودجه که وضع خودشون بهتر بشه. بشنوید صدای یکی از زنان شجاع داخل ایران، یکی از مادران شجاع داخل ایران رو که ریسک میکنه، فیلم میگیره از خودش تا شاید صداش به گوش شما، به گوش دنیا برسه. مادری که پسرش سهیل عربی رو به خاطر اینکه نقد کرده توی فیسبوک، برای یه نقد ساده اول به اعدام محکوم کردن، بعد گفتن اگر اعدام بکنیم ممکنه آبرومون بره، پس ذره ذره میکشیمش تو زندان. صدای فرانگیز مظلومی. سلام مسی جان، خواستم به وسیله شما صدای خودم به گوش مردم برسونم، یکم درد دل کنم، درد دل یه مادر، مادری که 7 ساله بچهش تو زندانه و داره زجر میکشه و هر روزم این زجر کشیدن رو بیشتر و بیشتر میشه، حتی از کوچکترین حق خودش هم محرومه. تو آماده کردم با 1000 امید و آرزو که روز سهیل میاد آزاد میشه، براش همه چی آماده کردم، کتاب، جا، اگه خدا بخواد آزاد بشه بیاد توی این اتاق پیش خودم زندگی کنه. درد یه مادر رو فقط مادر میدونه، همینطور که من درد مادرهایی که بچه هاشون از دست دادن تو زندانن و قصه میخورن، ما میفهمیم، ما درد همو خوب میفهمیم و این درد هیچ وقت تمومی نداره تا وقتی که بچه هامون از زندان میان بیرون. واقعا برای ما شکنجه است. هر روز میبینم یه حکم جدید، یه اتهام جدید، یه مصیبت جدید سرمون میاد. دارم میرم دادگاه پیش دادیار ببینم میتونم اجازه بگیرم سوهل کتاباشو بتونم براش بگیرم، هرچند قبلا هم مجوز هم خودش گرفته هم من، ولی خب دوباره بریم، هنوز کتابا رو بعد از 20 روز بهش ندادم. از جان من که دیگه با از خودم دست شستم، منم میخوام ببرم، بیام ببرم، از من پیرزن علیلم نمیگذرم، بیان منم ببرم، دیگه برام هیچی مهم نیست. واقعا ما داریم زجر میکشیم، واقعا داریم عذاب میکشیم. بابا ما مادریم، شما یه گنجشکو بچه‌شو اذیت کن ببین چشمتو در میاره یا در نمیاره آقای مسئول، پس چرا اینقدر ما رو عذاب میدین؟ مگه خودتون مادر ندارین؟ مگه خودتون فرزند ندارین؟ کمی هم به فکر ما باشین، کمی به فکر بچه های ما باشین که با درد، با شکنجه دارن اونجا زندگی میکنن و بازم اذیتشون میکنین. سویل منو حین بازجویی دستشو پیچوندن، کتفش از جا در رفته، به خاطر کمبود ویتامین خورده زمین، پاش شکسته. از این برم که بیزشو هنوز عمل نکردین، چشمش مشکل داره، بینی شکسته، نمیتونه نفس بکشه، دیگه از کجاش بگم؟ این یه نمونه است، به قول معروف مشتی نمونه خروار. ممنونم از اینکه صدای منو به گوش همه مردم میرسونید. به پایان این قسمت تبلت رسیدیم. شما هم با یک دوربین ساده بشید صدای خودتون، به این شماره فیلماتون رو بفرستید، داستان زندگیتون رو، گزارش‌های واقعیتون رو، سانسور پر، داعش پر. این صدای آمریکاست.